سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان کانال جدید. امروز هم یکی دیگر از برنامه‌های گفتگو رو من میلاد رابعی به همراه همکارم حامد صدرا تقدیم حضورتون می‌کنیم. موضوع گفتگوی امروز ما یک سوال هست و اون اینکه آیا کشورهای اسکاندیناوی کشورهای سوسیالیستی هستند؟ حتما شما هم کم و بیش جست گریخته شنیده اید که ادعا میشه که کشورهای اسکاندیناوی برای مثال سوئد کشورهایی هستند که با اقتصاد سوسیالیستی اداره میشن. گاهی خود نیروهای چپ و کمونیست هم ادعا میکنن که از میان کشورهای موجود در جهان نزدیکترین اقتصاد به اقتصاد سوسیالیستی مورد نظرشون اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی است. در این مورد و میزان صحت و سقم این ادعا امروز صحبت میکنیم با بهرام شهابی عزیز. بهرام شهابی سلام میکنم خدمت شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. خواهش میکنم. بهرام شهابی سوال اولم رو با این توضیح شروع میکنم که ادعای فوق معمولا در دو سطح متفاوت و به دو دلیل متفاوت مطرح میشه. دلیل اولش به خاطر اینه که معتقدند سیستم اداره کشورهای اسکاندیناوی و مناسبات اقتصادی حاکم برش شبیه به کشورهای سوسیالیستیه و دلیل دوم به خاطر وجود گسترده خدمات اجتماعی برای مثال رفاه نسبی در جامعه به این دلیل اون رو شبیه جوامع سوسیالیستی به حساب میارن. اگه اجازه بدید با مورد اول شروع میکنیم. آیا سیستم تولید و توزیع در کشورهای اسکاندیناوی مبتنی بر مدل سوسیالیستی است یا نوع دیگری از سرمایه‌داری است همچنان؟ بله، جواب به سادگی نه هست. کشور سوئد کشور سرمایه‌داری بازار آزاد هست و رقابت آزاد در واقع حرف اولو میزنه در همه عرصه‌ها و در رابطه با اقتصاد سوسیالیستی خب من بعدا توضیح میدم ربط زیادی به سوسیالیسم نداره، اما اینکه رفاه اجتماعی اگه مقایسه کنیم با کشورهای جنوب اروپا، کشورهای به اصطلاح جهان سوم و اینا، خب کشورهای اسکاندیناوی و مشخصا سوئد از یه رفاه بهتری برخوردارن. اما یه حقیقتی هم در این هست، شاید دو تا علت من بتونم نام ببرم. یکی اینکه تاریخاً سوسیال دموکرات‌ها از اوایل قرن 20 مشخصاً از دهه 20 اینور بیشتر در قدرت بودن و برای اینکه جنبش کارگری و کمونیستی به قدرت نرسن اینا تن دادن به سری از خواسته های رفاهی که من بعداً اشاره میکنم تاریخشو. در نتیجه اینکه سوسیال دموکراسی همیشه یک وجهی از سیاست و به اصطلاح آیکون کشور سوئد رو به بیرون بوده و دوم اینکه بالاخره همیشه هم سوسیالیسم یه جوری با رفاه اجتماعی، زندگی بهتر، خدمات بهتر معنی داشته. این توی اروپا که مرتب جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های کارگری تلاش کردن، مبارزه کردن، اتحادیه‌هاشون رو داشتن، سازمان‌های سیاسیشون رو داشتن، این بر پرچم این جنبش‌ها حک شده و یه جوری بالاخره جامعه از این متأثر شده. توی آمریکا برای نمونه چند سال پیش که اوباما داشت برنامه رفاهی در رابطه با بیمه‌های عمومی و همگانی رو تحویل مجلس سنا و کنگره میداد، مخالفینش مثلا راستا و جمهوری خواهان اوباما رو متهم میکردن که تو سوسیالیستی، داری برنامه های سوسیالیستی پیاده میکنی، داری مثل سوئد کشور آمریکا رو میخوای اداره کنی. یعنی یه جوری اونا هم ناخواسته در واقع داشتن مهر تاکید میزدن برای اینکه سوسیالیسم یعنی رفاه، خدمات بیشتر اجتماعی، آزادی های
وسیع و غیر مزالک، خوشبختی بیشتر برای شهروندان، که خب این در درجه زیادی بستگی به هم مبارزات مردم در این جوامع داشته و هم اقتصادی که تونستن یک بخشی از این خدماتی رو که مردم براش تلاش کردن و در اختیار مردم بذارن. اما خلاصه کنم، ربط زیادی به سوسیالیسم نداره سیستم سوئد و کشورهای اسکاندیناوی. بله، پس شما معتقد هستید که سیستم اقتصادی که حاکم هست بر کشورهای اسکاندیناوی سیستم سوسیالیستی نیست. اما در مورد دوم چطور؟ در مورد برایند و نتیجه این اقتصاد حاکم بر کشورهای اسکاندیناوی، حالا هر تعریفی که براش بیاریم، و اون هم خدمات اجتماعی گسترده از قبیل بیمه های بیکاری، میزان پایینتر اختلافات طبقاتی احیانا، حق برخورداری همه شهروندان از حداقل های زندگی، طب رایگان یا بسیار ارزان و مواردی از این دست، این امکانات تا چه حدی نزدیک و شبیه به اون چه که در جامعه سوسیالیستی قرار متحقق بشه؟ بله، حضور شما عرشه که همین نکاتی رو که برشمردین اگه فرض بریم بذاریم اینا به طور واقعی وجود داره، خب این خواسته و مطالباتیه که حزب کمونیست کارگری و جنبش کارگری ایران اگه فردا به قدرت برسه جزء مطالبات اولیه است که همون فردای پیروزی انقلاب انجام میده و خیلی از این وسیع‌تر، خیلی از این وسیع‌تر. به این معنی مثلا ترانسپورت مجانی باید بشه که توی سوئد ما هم چیزی نمیبینیم و مسائل دیگه، حتی بهداشت اینجا مجانی نیست. یه مقدار قلو میکنن تو این آماری که اینا ارائه میدن. یه نمونه من براتون بیارم، طبق آمارهای خود بانک مرکزی سوئد و مؤسسات معتبر بین المللی که بالاخره کشورها رو با هم مقایسه میکنن، مثل فرض کنیم مرتبه میبینیم توی کنفرانس سالانه اقتصادی داوس در که معمولا تو آپریل هر سال در سوئیس برگزار میشه، آمارهایی میدن که قابل توجهه. مطابق بانک مرکزی خود سوئد آماری 2015 و 16 داد بیرون که قابل تعمله. تو این آمارا گفته شده که در سوئد 172 یا 8 نفر میلیاردر وجود دارن، حدود 103 هزار نفر میلیونر به دلار، یعنی این 103 هزار نفر که حدودا 1% جامعه 10 میلیونی سوئد رو تشکیل میدن، بالای 8-9 میلیون کرون ثروتشونه. از طرف دیگه نوشته که هر سوئدی به طور متوسط 400 هزار کرون بدهی بانکی داره، یا به مؤسسات مالی، حالا یا خونه خریدن یا ماشین خریدن یا برای مخارج زندگیشون یا تحصیل. ظاهرا فکر میکنن توی سوئد تحصیل مجانیه ولی اینطوری نیست، مشخصا دوره دانشگاهی اینا شما باید پول بگیری و این بانک این وامو باید پس بدی با بهره تقریبا زیادی. در هر حال این نشون میده که آمار دیگه ای هم از در این حال گفته که سوئد حدوداً به طور نرماله، یعنی وقتی که اقتصادش خوب میچرخه، بیکاریش مثل الان دوره برای 7-8% به طور رسمیه، نه غیر واقعیش و غیر رسمیش، گفته میشه که 13% مردم در خط فقر هستند. بعد اینو شما مقایسه کنیم، در انگلیس همین عدد چیزی حدود 38% و در آمریکا و کانادا چیزی بین 30-32% در مرز خط فقر هستن. خب این نشون میده که این اختلاف طبقاتی که میگن نیست یا خیلی خفیفه، دروغه، واقعیت اینجوری نیست. خودشون تو آماراشون مرتب دارن میگن که فقر و اختلاف طبقاتی تو کل جوامع جهانی و مشخصا تو کشورهای صنعتی بیداد میکنه. اگه یادتون باشه 7-8 سال پیش رسما اعلام کردن بانک جهانی، گفت
و یا سازمان ملل که خطر شورش گرسنگان حتی در اروپا وجود داره. آخرین آمار من اشاره کنم به استاد میشون، یه مؤسسه‌ایه که در سوئد هست و اینا گفتن که تعداد زیادی از مردم میان لباس دست دو میخوان، فقط میان بهشون کوپن غذایی بدیم، ولی اینا روشون نمیشه، برای اینکه خیلی قبح تو جامعه اگه کسی بگه من فقیرم، برای اینکه صورت خودشونو با سیلی سرخ نگه دارن نمیگن ما فقیریم، ولی به طور واقع ما میبینیم و تعداد اینا روز به روز بیشتر میشه. در نتیجه این چیزایی که اینا میگن به نظر من شاخص ها و نمودهای مشخص یه جامعه سرمایه داری ربط چندانی، یا شاید بهتر بگم هیچ ربطی به یه جامعه سوسیالیستی نداره و توزیع و تولید ثروت دست سرمایه دارانه و دولت به طور مشخص که نماینده سرمایه دار است. اما یه نکته ای هست اینجا که لازم است من اشاره کنم و اونی که بالاخره دولت سوئد چون نماینده به اصطلاح بخش وسیع تری از جامعه، یعنی نماینده کارگرهاست ظاهرا و اتحادیه کارگری ازش حمایت میکنن، مجبور شده تن بده به سری از اون خواسته رفاهی که این یه تاریخی داره که از دهه از مبارزه دهه 20 و 30 در قرن 20 قرن قبل این مبارزات مردم به وجود اومد، مبارزات کارگری، و اینا سوار شدن بر این موج و برای اینکه جلوگیری کنن از جنبش های کارگری سوسیالیستی و کمونیستی اون دوره، چون خیلی محبوب شده بود، بخصوص اینکه که جناح راست سرمایه داری با فاشیسم بیعت کرد و پدر مردم رو در آوردن، مردم خسته شده بودن از جنگ، و بعدش هم دوره طلایی سرمایه داری شروع شد در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی. آمریکایی‌ها طرح مارشال رو آوردن، سرمایه زیادی تو اروپا ریختن و اروپای بعد از جنگ رو بازسازی کردن. اینا همه فاکتورهایی بود، عاملهایی بود که اجازه داد به سرمایه داری مثلا در سوئد که دستش بازتر باشه و بتونه به بعضی از خواسته های مردم سوئد جواب بده که در دهه 60 اومد مطرح شد به دولت رفاه، و خودشون هم رسما میگفتن ما برای اینکه طبقه کارگر و مردم ایران به دام کمونیستا نیفتن و کمونیستا پیروز نشن، ما مجبور شدیم تن بدیم به این خواسته های رفاهی و این خدمات اجتماعی. و دیدیم که در دهه 80 با اومدن خانم تاچر در انگلیس و ریگان در آمریکا که اصلا مشهور شد به تاچریسم و ریگانیسم، تمام این خدمات رفاهی رو که 30-40 سال گذشته مردم و کارگران و مزدبگیران و زحمتکشان این کشور براش تلاش کرده بودن، خیلی هاشو ازشون پس گرفتن و امروز وضعیت مردم خیلی بدتر از شده از به نسبت 10 سال قبل، 15 سال قبل و 20 سال قبل در همین جوامع اروپایی، و فاصله فقر و غنی بیشتر شده و این پروسه هم ظاهرا این پدیده هم تمامی نداره و روز به روز بدتر میشه. اما سرمایه‌داری که از اواسط قرن 19 هم کمونیست‌ها همیشه معتقد بودند که به علت تضادهای درونی خودش و به دلیل بحران‌های ادواری رو به نابودیه و گورکن خودشه و رو به اضمحلاله، چطور تونسته تا الان خودش رو تا نزدیک بیش از یک قرن بعد از اون خودش رو سر و پا نگه داره، باز تولید کنه و حتی در کشورهایی مثل همین کشورهای اسکاندیناوی به چنین سطحی از رفاه نسبی یا خدمات اجتماعی رسیده و تونسته چنین امکاناتی رو فراهم بکنه؟ آیا این با اون تعریف کلاسیکی که کمونیست‌ها از ذات سرمایه‌داری دارن در تضاد نیست؟ به نظرم نه، خود اینا دارن اعتراف میکنن که هر چند سال یک بار یک بحران میاد و همه چیز به هم میریزه و هر بار بحران ها شدیدتر میشه. آخرین نمونهش سال 2009 بود که اون بانک مشهور آمریکا لیمن و برادران
وقتی اعلام ورشکستگی کردن با سرمایه بالای 130 میلیارد دلار همچین چیزی و بحران مسکن در آمریکا و کلا این یک بیگ بنگ بود که کل جهان سرمایه داری رو در نوردید و بالاخره سرمایه داری هر چند سال باید یه بار هم از این بحران در میاد، بحرانش رو به دوش مردم و کارگران و مزدبگیران و جامعهش میذاره، دستمزدها رو میاره پایین یا فریزشون میکنه، کارگران از کار میلیونی اخراج میکنه و بانکاش از ورشکستگی نجات میده، پول صندوق های پسنداز مردم، بیمه های اجتماعی و صندوق مشخصا بازنشستگی رو دولت در کمال وقاحت بالا میکشه میذاره تو جیب سرمایه داران و بانکداران و یه دوره دیگه از رونق اقتصادی رو شروع میکنه. این یکی از علتاشه. علت بعدش اینه که متاسفانه یک تشکلی که بتونه نماینده ماکسیمال و در کلیت خودش نماینده واقعی جامعه باشه، مشخصا در سوئد اگر راجبش صحبت کنیم، وجود نداره. احزابی که هستن عمدتا خودشون حل شدن، یه آریستوکراتی اشرافیتی در نمایندگان به اصطلاح اتحادیه کارگری وجود داره که ایناشون موانع زیاده. یکی ایناست، دومن این که خب کشور سوئد و اسکندیناوی خب نزدیک 200 سال جنگ نکردن، حتی تو جنگ دوم جهانی و اینا خیلی وسیعی از نیروی کار متخصص و اینا و سرمایه ها از کشورهای جنگ زده اروپا منتقل شد به سوئد و اینا همش سرمایه ارزنده ای بود. نکته بعد این بود که در دهه 50 و 60 نیروی زیادی کارگر ارزان از کشورهای جنوب اروپا وارد سوئد شدن و سوئد ساختن. خود سوئدی ها اینو میگن و در تاریخشون هست، چند صد هزار نفر کارگر از یونان و ایتالیا و یوگسلاوی سابق و فنلاند و اینا رو آوردن و این نیروی کار ارزان یه رونق عظیم اقتصادی داد. اما به این معنی نیست که ثروتی که این تو جامعه کلن طوری شد رفت تو جیب مردم، یه بخش کمیش. و همیشه اینجوریه که خب سرمایه داری برای اینکه کارگر بتونه باز نیروی کار خودش رو بفروشه، سود تولید کنه برای سرمایه دار، باید زنده بمونه، باید یک حداقلی از معیشت بهش داده بشه. خب ما اینو در ایران نمیبینیم، میدیم حتی سرمایه دار به این هم راضی نیست، ولی خب در سوئد اینجوری نیست. در این حال مبارزات و تلاش مردم این حق و در واقع به زور از حلقوم سرمایه داری سوئد و دولت سوئد گرفته. همیشه اعتصابات بوده، اعتراضات وسیع بوده و سرمایه هم چون توانشو داشته تونسته به یه بخشی از این خواسته ها پاسخ بده. اما آیا واقعا این کافیه؟ آیا واقعا این سوسیالیسمه؟ آیا این اون چیزی بوده که مردم میخوان؟ نمونهشو من تو سوال قبلی آوردم که سرمایه های سوئد دست کمتر از 200 نفره که بودجه 2.5 سال سوئد در اختیار این چند نفره. 5 تا خانواده در سوئد کل انحصار واردات و فروش مواد غذایی رو دارن، یعنی هر چیزی بخوان قیمت تعیین میکنن، هر چی بخوان به اصطلاح هر جودی درشون بخواد با بازار بازی میکنن. چند سال پیش کشورهای عضو اتحادیه اروپا که سوئد هم جزوشونه، اینا رو من با به مثال میگم که یکم تصویر زنده تر بشه، اعلام کردن سیب زمینی در بازار اروپا زیاد شده، قیمت ها داره میاد پایین، ما باید جلوگیری کنیم. دولت کشور سوئد که از کشورها بود که گفتن آقا جون شما 2 سال آینده اجازه ندارید سیب زمینی وارد بازار اروپا کنید و دولت سوئد هم کلی سیب زمینی اینجا مونده، چند صد هزار تن. گفتن هیچ اشکالی نداره، ما به هر مزرعه دار یا تولید کننده مثلا 50,000 40,000 دلار پول میدیم سیب زمینی ها رو از بین ببرین. و سیب زمینی ها رو از بین بردن در حالی که به قول آمار خودشون نزدیک 1-2 میلیارد نفر روی زمین نون شب رو ندارن از گرسنگی. همون موقع تو آفریقا بحران قحطی بود در کشورهای اتیوپی، در اون دوره اتیوپی و یکی دو تا کشور دیگه نمیتونستن همین رو سوار کشتی کنن و برن گرسنگان رو نجات بدن. خب سرمایه سود خودش رو میخواد و میخواد بالاخره
دستمزدها بالا نره، قیمت ها پایین نیاد. این لب کلامی که تو این سیستم ها وجود داره. در نتیجه من زیاد فکر کنم حاشیه رفتم. اگه برگردم به سوالتون، اگه تونستن این بخش از رفاه به وجود بیارن برای اینکه اقتصاد پرقدرتی داشته، به درآمد زیادی که من خدمتتون عرض کردم از فروش سلاح‌های کشتار جمعی که سرمایه زیادی دارن، و در این حال یه نکته هم هست که خب جمعیتی هم نداره، کشورهای اسکاندیناوی جمعا همشون 20-25 میلیون نفر بیشتر نمیشن و منابع عظیم طبیعی هم در اختیارشونه و بالاخره تونستن این سطحی از رفاهی که امروز وجود داره رو تا به امروز حفظ کنن. بله، اما سوال آخرم رو ازتون میپرسم، اگه لطف کنین کوتاه جواب بدین چون متاسفانه زمان زیادی نداری به پایان برنامه. آیا برقرار کردن چون این مدلی مانند اقتصاد سوئد، برای مثال توسط نیروهایی که مربوط به جنبش سوسیال دموکراسی میدونن خودشون رو، توسط سوسیال دموکرات ها، در جامعه ای مثل ایران ممکنه؟ آیا امکان داره که ما بتونیم تصور بکنیم ایرانی رو که سوسیال دموکراسی برای مثال درش سر کار بیاد و چنین میزانی از رفاه رو بتونه به وجود بیاره و جامعه ای مثل سوئد بسازه؟ اگر نه، راه حل رسیدن به شرایط و جامعه ای مشابه سوئد یا حتی فراتر و بهتر از سوئد برای مردم ایران چیست؟ بله، خب اگه بحث ما اینه که یه چیزی شبیه سوسیال دموکراسی بیاریم، خب یعنی هم سیستم سرمایه داریه، ولی حالا یه دولت یه کم بیشتر، برخلاف مثلا کشورهای آمریکا یا انگلیس و اینا، کمتر تو اقتصاد دخالت داره. به معنی ما حتی نمیتونیم مثل ترکیه 10 سال پیش هم باشیم، ترکیه 20 سال پیش هم باشیم، به خاطر وضعیت سیاسی که در ایران حاکمه. نجات جان مردم یا سوسیالیسم یا به قول تظاهرات سال 88 یا سوسیالیسم یا بربریت. بربریت رو ما امروز می‌بینیم، بربریت سرمایه‌داری و دولت سرمایه‌داری که در ایران حاکمه، دولت به اصطلاح دوست سالار و جنایتکار. اما به خاطر وضعیت ویژه‌ای که داره، طبقه کارگر ایران از هیچ حقی برخوردار نیست، هیچ حقوق اولی صنفی کاری سیاسی نداره، نیروی کارش به شدت ارزانه و هر دولتی اگه بخواد این نیروی ارزان رو به خط کنه و سود تولید کنه، به چه یه جامعه متعارف مثل خیلی از کشورهای سرمایه داری، حالا نمیگم حتی اروپا، تیپ فرض کنیم ترکیه و یونان و اینا، نمیتونن مگر اینکه به شدت سرکوب کنن، به شدت سرکوب کنن. یعنی همطوری که رژیم پهلوی میکرد، رژیم جمهوری اسلامی میکنه، فردا پس فردا هم هر رژیم دیگه بیاد مجبوره. یعنی ذات این دولت ها، این آدم های نیست که میان دولت رو تشکیل میدن و آدم کش میشن، جنایتکار میشن، دزد میشن. تا زمانی که به اصطلاح این در رو پایه و پایه سرمایه‌داری به چرخه، این اوضاع در ایران هست و بدتر هم میشه. درنچه هیچ امیدی نداشته باشیم اگه غیر از جریان رادیکال سوسیالیستی، جریان کمونیستی، جریانی که ریشه های عمیق و پیوند عمیق داره با مطالبات پیشرو جنبش کارگری امروز در ایران، نمیتونه اوضاع مردم رو بهبود بده. در نتیجه اگر یک جریانی که امروز خوشبختانه از حزب کمونیست کارگری هست و پرچم این جنبش رو در دست داره، مطالبات روشنی داره، من توصیه میکنم حتما شنونده های و بیننده های عزیزتون برنامه یه دنیای بهتر رو بخونن، بعد ببینن مطالباتی که همون فردای انقلاب این حزب به دست خواهد گرفت و اجرا خواهد کرد چه چیزایی هستن. حق مسکن فوری، حق تحصیل، تحصیل رایگان و مجانی، حمل و نقل عمومی باید مجانی بشه، طب و بهداشت باید رایگان بشه و کلی از این خدمات که لیست شده جزو حقوق اولیه انسانه. ما حتی منشور دادیم به منشور حقوق انسانی در ایران که همون فردای انقلاب باید به مرحله عمل در بیاد،
و این میتونه راهگشا باشه، نه تنها راهگشا و ضامن پیروزی انقلاب مردم ایران در فرداشون باشه. و از همین جا من در واقع خواستم اینه و آرزوم اینه که مردم ایران و مشخصا فعالین کارگری و جنبش های اجتماعی، جنبش های دادخواهی زیر این پرچم جمع بشن، متحد بشن و این حزب رو حزب خودشون بدونن تا پیروزی انقلاب سوسیالیستی در ایران. بله، بسیار ممنونم بهرام شهابی عزیز که امروز با ما همراه بودید و به سوالات ما پاسخ دادید. من هم تشکر میکنم. خواهش. روزتون بخیر. بله، بینندگان عزیز، از شما هم ممنونم که مثل همیشه همراه ما بودید و این برنامه گفتگو رو هم تا به آخر با ما همراهی کردید و تماشا کردید. تا برنامه بعد و تا فرصت دیگه که در خدمتتون باشیم، برای همگی شما روز روزگار خوشی رو آرزو مندم. ممنونم.